سلام و وقتتون بخیر. شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. با امید از اینکه تا این لحظه برنامه خوشتون آمده باشه و خوش گذشته باشه. و آهنگ خیلی مقبول بود از گلپانا، هنرمند خوب پاکستان. و حالا هم بازم پیش دانشگاه کابل آمدیم، دو نفر از محصلان را بیرون کشیدیم و آوردیم تا در رابطه با مصارف گزاف عروسی صحبت بکنیم. و ببینیم اینا دو نفر از جوانایی هستن که من فکر میکنم از دو ولایت مختلف افغانستان خواهد بودن، چگونه رسم و رواجایی دارن اینا و در رابطه به مصارف گزاف عروسی چی گفتنیایی دارن، آیا آینده خوبه میداشته باشه خانواده و یا امو فامیلی که شکل میگیره به اساس یک مصرف خیلی بالایی که دیگه کسا شاید توانایی ازیر نداشته باشه کن قدر مصارف گزاف بکنه در عروسی خود. خب اول معرفی میشیم امروشان. سلام. سلام علیکم. خودم معرفی بکنین؟ شو هستم مسئل سال سیوم پانزده روانشناسی. عزیز روانشناسی باز شما برما بگین. امروی از نام معرفی میشم شما؟ سلامت باشین. نثار احمد هستم، مسئل سال سیوم پانزده روانشناسی علوم تربیتی. بسیار خوب. خب از راست شروع میکنیم. اقوالیت از خانم هست. بچه یک شما دور باشین. شما بگوین بر ما که رسم و رواجایی که در افغانستان وجود داره که در هتل عروسی بکنن با وقت دختر میتن و 5-6 لک تویا نمیگیرن در قوم خیش شما رواج است؟ اولتر از این من شروع کنم که زمانی که وقتی که دو نفر میخواین با هم پیوند تا بعد زندگی خود داشته باشن باید از هیچ وقتی، یعنی مهم نیستم پول مهم نیست. در افغانستان ما به چی زیاد ارزش قائل هستن؟ ای که امی جوانان ما میبینیم زندگیشان به خاطر از این خراب شده، چون که امی مصارف گزاف پول ازدواج است. ای به نقص خودشان، چون که وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن او با تعبد زندگی با هم میباشن، خود از مثلا فامیل دختر از بچه بسیار توقع می داشته باشن مصارف زیاد ازشان پیسه پول میگیرن. ای به نقص خود دختر است، به خاطر از اینکه اگر به دخترشان ارزش میدن که دخترشان آرام باشه، دختر زمانی آرام میباشه که بچه خانوادیش برش احترام قائل باشن. در صورت احترام قائل میباشن برش ارزش میدن که دختر خانوادیش زیاد از بچه پول زیاد گزاف نخواین. دختر زمانی که اگر با ما قدر قناعت داشته باشه که بچه هم به زواج شکنه تا بعد زندگی خود همیشه زندگیشان آرام و خوش میباشن. مهم هیچ پول نیست، مهمی است که وقتی که برشان به یک دیگر خود محبت بدن، در فضای صمیمیت زندگی کنن، امید برایشان بسیار زیاد مهم است. و این کار بسیار، یعنی کار ناپسند است که وقتی که دو نفر به فامیلایشان به بسیار پول و گزاف با هم دیگر خود میگن ازدواج کنیم. تشکر. شما گفتین پول زیاد مهم نیست، من فکر کردم میگین که پول مهم نیست، اخلاق مهم است. پول مهم است، نمیگم که مهم نیست، اما اینقدر مهم نیست به خاطری که پول یک بار یک روز است، دیگر روز نیست. اما محبت جان یک موضوع دیگه، شما نامزد هستین؟ بله. ما حالا فامیل شما زیاد پول نگرفتن؟ نه خیر، ما حتی خودم وقتی که روان میکنن پیسه به خاطر عید سال نو یا باشا میگم که روان نکنین به خاطر از اینکه نمیخوان. اما خودشان شلم میشن، اما خودشان روان میکنن. اما باز ما میگن شما برعکس کسایی هستین که دخترای افغان بسیار زیاد فامیلشان از بچه پول میخوان. و از ببینیم چقدر بچه افغان ما در دریاها غرق میشن، نهنگا میخورن، چی است از خاطر از اینکه که امی فامیل دختر پیسه بده. تشکر. همین سوال هم میخوایم از این برادر ما داشته باشیم. اشوه جان یادآوری کردن، راست میگن. این موضوع یک فرهنگ شده در افغانستان که وقتی یک بچه نامزد میشه به خاطر که کاربارم در افغانستان یک اندازه کمتر است، اگر کار هم است کار نیست که پول زیاد به دست آورده بتونه. چند سال یک جوان کار بکنه تا حداقل 7-8 لک افغانی به دست بیاره که پیسه هتل شه و پیسه تویانه شه و چی شه و چی شوه. مجبور است میره به طرف خارج از کشور، یا خوراک نیانگا میشه یا در جنگلا خوراک حیوانات میشه و یا ایست که غرق میشه در آبهار. خب این مشکلات زیاد است. امروز از اینا صحبت میکنیم و میپرسیم که شما نامزد شدین؟ نه خیر. چرا تا هنوز نامزد نشدین و عرصی نکردین؟ خب مشکلات زیاد وجود داره. از جمله هم میتونیم مشکل هم بگیم، میتونیم مشکل هم نگویم برش، چون من خودم تا فعلا تصمیم نداشتم، یعنی هدفایی که در زندگی داشتیم تا که اونا رو به دست نبیارم اصلا اقدام به همچون کار نمی کنم. همچنان بر من مشکل واقع خواهد شد وقتی که من از نگاه اقتصادی خود را خودشکوفان نسازم. اینها تمامش مشکلاتی است که در جریان اگر همچون تصمیمی را بگیریم باعث میشه که بعدا زندگی بعدی ما را به مشکلات دچار بسازد.
یک چیز اول یادآوری بکنم که قانونی که اخیراً گفته میشه ساخته شده، انشالله کل ما و شما صاحب زن میشیم. مجرد نیمونیم دیگه. انشالله بخیر. خب، ریاض جان بگوین که چه نوع فامیلایی هستن در افغانستان که میخواین دختر خود بفروشه بالاخره؟ این خود دختر فروشی در حقیقت؟ همچون فامیلای تا به حال مشاهده میکنیم بعض فامیلای هستن که اینها عوامل متعدد هست که باعث میشه اینها همچون اقدامات کنن، یعنی عدم آگاهی خانواده ها، همچنان طبقه جوان و از نشانه از عقب ماندگی فرهنگ یک جامعه امی نمایندگی میکنه که اینها اقدام به همچون کاری کنن، یعنی به اصطلاح شما که میگین دختر فروشی، اینها تمامش از عدم آگاهی افراد یک جامعه، افراد یک خانواده، طبقه جوان اونها میشه که باعث میشه اینها همچون کارهای را انجام بدن. تشکر. یک تعداد باز بهانه میگیرن که ما حق مهر میگیریم و یعنی خب واژه های مترادف استفاده میکنند در افغانستان، یک گله شد، این مهر شد، این تویانه شد و ولور شد و بسیار گپا است. اما روایتی که از بی بی عایشه صدیقه است فکر میکنم که میگن که ازدواج که پایدار است یا بهترین نکاح یا ازدواج، امو ازدواج است که با کمترین مهر باشد. پیوندشان بسته میشه. تشکر. پیام کوتا از شما و از شما باز. پیام کوتای ما یست به تمام وطنان عزیزم یست که هیچگاه زندگی خدا وابسته به پول نکنن، همیشه در فضای محبت و مهربانی با هم دیگر خدا کنن، خانواده های خود باشن و ایره ای گپ نداشته باشن که دختر خدا نفروشن. به دختر خود زمانی ازش قائل می باشن که به بچه از ازش بدن. باید یعنی مصارف پول عروسی را کمتر بسازن و در فضای میر محبت عروسی دو نفر کنن و با پای هم پی کنن. تشکر. هدفش و جان امی است که پول را معیار قرار ندین، عشق و محبت را در زندگیتان معیار قرار بدین و یک زندگی خیلی سالم و که تا زمانی که زنده هستین با خوشی و آرسته خواهد بود. پیام شما. ما میخوایم خیلی کوتاه صحبت کنم. پیام ما می است که بیاین دست به دست هم بدیم و همچون پدیده شما از بین ببریم. نه به صورت کلی که حتی یک مقداری هم در نظر گرفته نشه، اما باید حد اوسط داری در نظر گرفته شود. تشکر از شما. خب این برادر ما هم هدفشون همی است که همگی ما دست به دست بدیم، اگر حکومت بگویه یا نگویه ما خود ما دست به دست همدیگر بدیم. خانواده های افغان در کل امی فرهنگ شومی که به گونه نهادینه شده در افغانستان ایره کاملا از بین ببریم. میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی. تا فردا خداحافظ. زنده و سلامت باشه افغان عزیز. وقت خوش برد میخواییم. تا فردا صبح خدا نگهدارت باشه. سپاس از شمایی که تا این لحظه با ما همراه هستین و برنامه صبح زندگی را بر دیدن انتخاب کردین. تعیین هدف در دوره تحصیلی موضوع بسیار مهمی است که جوانان امروزی ما بخصوص محصلین عزیز باید در نظر بگیرن. اینکه در زندگیشان چه هدفی داشته باشند و همچنان تعریف از هدف چی میتونه باشه و اینکه داشتن چندین هدف چقدر ما را میتونه نزدیک بسازه به هدف اصلی و نهایی. ما با پوهندوی استاد وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل صحبتای می داشته باشیم. استاد شما را خوش آمدید میگم. صحبتان بخیر. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام، ادب و احترام حضور شما بیننده تلویزیون محترم آریانا. صبحتان بخیر. امید است مسئله ما، متعلمین ما در مکاتب دروس خود با هدفمندی بیاموزن و کسانی که در کنار فامیل هستند خوشبخت و سرحال باشین و خوب موضوع را انتخاب کردین. تعیین هدف در دوره تحصیلی. بسیار خوب. اجازه بفرمایین روی گرامی، وقتی که ما میگیم هدف، تشخیص نقطه معین است. وقتی که ما هدف میگیم، آگاهی، اشتیاق، دستیابی به آن که فرد قادر به کار و فعالیت میسازه. وقتی که ما هدف میگیم، برای خود نیازهای روانی خود مرفوع میسازیم. تعریف های بسیار زیادی در روانشناسی است. یک تعریف است ابراهام مازلو، این روانشناس آمریکایی ولی زندگی در آلمان جرمنی سپری کرده، این میگه درک و شناخت نیازمندی انسان روانشناسی گویند و این نیازها فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوبه که بیان میکنه. نیازهای حیاتی و نیازهای روانی. نیازهای حیاتی غذا، آب، اکسیژن، استراحت است. نیازهای روانی محبت و نظم و ابراز نظر و مهارت و امنیت و خودنمایی و تبارز و نظر خود بیان کردن یکی هم هدف است، از جمله نیازهای روانی محسوب میشه. و اگر کسی نیازهای روانیشان مرفوع نشه، به استراب و دلهره و به تشویش روبرو میشه.
به انگزایتی روبرو میشه. آله وقتی که در دوره تحصیلی بیان میکنیم مقطع های مختلفی خود داره. وقتی که بعد از صنف ششم در مکاتب به هدف اگرچه این صحبت از این خیلی ساعتها وقت خود میگیره که در صنف اول مکتب هم از کل به جز میره و از جز به کل میره، وقتی یک جزی یک اصطلاح را به یک طفل یاد میده در اونجا هم هدف است، اگر صنف بالاتر میگیره در فاکولته هم در مقطع لیسانس هم هدف تشخیص میکنم و اینجا هدف از ما بهتر هر لحظه که من نامگذاری میکنم که نقل قول فلانی این قوت موضوع مرا زیادتر میسازه. وقتی که میگم بنجامین بلوم اهداف در سه حیطه در سه محوطه در سه بخش در سه حوزه بیان کرده که حوزه شناختی هدف چی معنا را داره، هدف در ایته عاطفی چی معنا را افاده میکنه، در ایته روانی و حرکتی چی معنا را افاده میکنه بر مسئله ما به خاطر فهم و درکشان باشه. ایته شناختی یا کوگنیتیو زیاتر بر دانش استوار است، بر فهم و درک و کاربرد و تحلیل و تجزیه و ارزیابی. وقتی که دانش میگیم، وقتی به یک محصل یک موضوع را یاد میتین، امروز مثلا شما موضوع را گرفته بودین که قانون تصویب شده و تعیین مصارف عروسی را، اینمینجا ما هدف خود را دنبال میکنیم که در چی اینجا چی را بیاموزیم. یکی از آموختن این موضوع امروزتان رفاه اجتماعی است. خوشی و ناخوشی ما اینجا مطرح نیست که ما به این حالت خوش شدم به این حالت خفه شدم، بلکه عمومی به شکل جنرالایزیشن اینجا رفاه عمومی را در بر میگیره که برای افراد آرامش پیدا شود، نظم به وجود بیاید و این نظم به وجود آمدن در هر جهت کمک میکنه. برای اون فرد محترم اوتلی هم کمک میشه که به این تعداد است میتونه که مالیه را بپردازه و مالیه هم برش نظم میشه که من در این جهت اینقدر عاید به دولت و به وزارت مالیه و برای مصارف یا به عرضه و تقاضا نظر به مسائل اقتصادی. اینجا وقتی که ما هدف بیان میکنیم که دانش یاد میتیم، طبعا شما هم وقتی یک لغت تعریف میکنین، وقتی که میگین که عروسی چی تعریف داره، ای چی نوع اصطلاح است و ای چی به اصطلاح چی نوع قانون برش وضع شده، نظریات مفسرین در اینجا چی است، چی تفسیر میکنه از این که زیاد مصرف کردن برادر شیطان است، از جنبه عقیدتی بیان میشه، از جنبه فرهنگی بیان میشه، از جنبه اجتماعی بیان میشه، از جنبه های مختلف. پس اینجا ما میتونیم موضوعی را که از تلویزیون محترم آریانا میشنویم و هر روز ما ای را به شکل تشویق و ترغیب، نه بلکه به شکل حقیقی، نه به شکل تملق، نه به شکلی که هر روزی که وقتی یک جریان، یک روند، یک پروسه وقتی در جامعه ما رخ میده، شما آن واحد اما موضوع را انعکاس میتین. بله. پس در حقیقت تعیین هدف ای است که فرد امروز از این موضوع یک چیز را بیاموزد. با دوره تحصیلی هم که پیشتر ما شما دیدیم که مسئله گرامی در پیش پنتون کابل حضور داشتن و یا دوستای دیگه ما که وقت امروز 19 عمل روز یک شنبه دروس خود می آموزن، وقتی یک مضمون استاد برش درس میده اهداف دنبال میکنه. در ضمن از اینکه اهداف دنبال میکنه، هدف های عاطفی را هم اشاره میتیم. در اینجا علاقمندی خیلی بکار است. وقتی که ما این موضوع را با دوست خوبم کنترل روم خاص علل خصوص با مومن صاحب دیگه دوستا، ما که هر یک هفته دو هفته سه هفته بعد به تلویزیون محترم آریانا میایم، میبینم در اینجا تغییرات را میبینم که خیلی مرا به تعجب میباره. پس اینجا چی است؟ هدف عاطفی اینجا نهفته است که پاسخ و واکنش و ارزش و سازماندهی و یا جزء شخصیت، یعنی علاقمند میشه که یک فرد یک جای یک قدم خود میگذاره. در درس هم در دوره تحصیلی وقتی یک رشته را یک فرد بدلخواه خود انتخاب میکنه و شما میدونید که 5-6 ولایت امتحانات کنکورشان شروع شده، پنشیر و لوگر و بادغیس و غور و یک دو ولایت دیگه، و در این ماه ختم ماه عمل و ثور به کابل هم نوبت میرسه و صنف دوازده انتظار میکشن در ماه قوس به اصطلاح از مکتب فارغ هستن و 5-6 ماه دیگه که انتظار کشیدن درس‌ها را خواندن و 1.5 ماه دیگه هم برشان در دوره های مختلف چرا که 100-200 لیسه است و در 5-6 دوره گرفته میشه. پس اینجا علاقمندی به کار است در دوره تحصیلی که کدام رشته را انتخاب کنه تا بتونه این رشته را به دلخواه خود که انتخاب کرد، هر چیزی که به دلخواه انتخاب شود در او علاقمندی است، در او انگیزه است، در او موتیویشن است، در او نیروست، در او انرژی است. فرد میتونه به علاقمندی وقتی که ما شما را میل از نگاه می
میکنم و متوجه هستم که در تلویزیون آریانا با یک احساس بالا شما برنامه را پیش میبرید نظر به مقایسه مثلا تلویزیون ایکس. پس اینجا علاقمندی شما نقش قوی در اهداف داره و جنبه روانی و حرکتی هم داره و میدونم که لحظات آخر است و شما از خود برنامه پروگرام دارین. پس برای محصل در دوره تحصیلی هدف ای است که اینپوت آوتپوت با یک دستاورد بره و دستاوردش ظاهرا فیزیکی دیده نشه، بلکه مغز خود از معلومات، از دانش، از یافته هایی که استاد در لکچر یا در کار گروپی یا در پروژکتور یا در یک میتود از اونها پر بسازه و به خود تعیین کنه هدف که در آینده برای من کمک میکنه. اگر من گردانده موفق باشم، اگر من در اقتصاد درس میخونم، اگر من در زراعت درس میخونم، اگر من در وترنری درس میخونم. سلامت باشین استاد، تشکر از حضورتان و از گفتنی نکتان در رابطه با هدف در دوره تحصیل و همچنان در زندگی. استاد کوتا میخوایم پیامتان اشاره کنیم. همیشه کوتا پیام است که 3-4 جمله را در بر میگیره. دوستای گرامی، میخواین که پیشرفت داشته باشین در تمام عرصه ها، جسمی سالم باشین، روانی شاد باشین، اقتصادی مالت باشین، سیاسی آگاه باشین، فرهنگی مسئول باشین، اجتماعی فعال، میگن بله. پس شما رای تعلیم تربیه و این تعلیم تربیه به واسطه مطالعه، همیشه مطالعه داشته باشین. همیشه همین لازمه. در وقفه دیدم که رویا خوار گرامی که برش احترام دارم در دیگه رساله ها بسیار با ما بیا. پس شما همچنان وقتی که از اون وقفه و ارزش تایم و وقت ارزش میداد مطالعه میکرد در اونجا. پس ما هر مسئله میگیم مطالعه کنین و مطالعه داشته باشین. هر قدر که مطالعه داشتین، مطالعه با مسابه زندگی است. پس زندگی خدا سلامت مطالعه رونق بده. وقت خوش برتان. سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه هستین. رفت و برگشت کوتاه هستیم در خدمت شما عزیزان.